سعی میکنم که گفته های خودم رو کوتاه‌تر کنم تا فرصت گفتگوی بیشتری با شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران داشته باشیم که در واشنگتن از این لحظه همراه ما هستند از طریق اسکایپ. عالی جناب، سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. درود بر شما، درود به همیهنان عزیزم و به خصوص در هفته‌ای که در پیش هست درود ویژه‌ای دارم به آموزگاران و معلمین عزیز. ممنونم و میخوام از همین ابتدا و از همین پیامی که شما فرستادید برای مجمع عمومی سازمان ملل شروع کنم. بخشی از پیام شما برمیگرده به همین مسئله‌ای که به عنوان توافق اتمی ما باهاش مواجه هستیم. آیا فکر میکنید که این توافق در حضور هیئت ایرانی در این اجلاس، یعنی اجلاس 70 تاثیرگذار هست و آیا جامعه جهانی میتونه تعهداتی رو که ایران در توافق ژنو امضا کرده بپذیره و به ایران اعتماد کنه؟ ببینید، از ابتدای کار دلیلی که به این درجه از درخواست شفافیت و اجرای جزئیات یه قرارداد رسیدیم اساساً برمیگرده به وضعیتی که رفتار خود نظام باعث از دست دادن اعتبار و یا اعتماد از جانب جامعه بین‌المللی به خاطر عملکردش در این سالها چه در درون کشور چه در خارج بوده و همچنان ادامه دارد. بنابراین نتیجه این مذاکرات که بیشتر برمیگرده به اینکه به چه شکلی در عمل جمهوری اسلامی در بخش خودش عهده‌دار این انتظارات میشه در اجرای تمام انتظاراتی که نهفته است در این قرارداد مانده که ببینیم و فکر کنم برخورد دیپلماتیک جامعه بین‌المللی به هر حال فقط و فقط منتهی و یا محدود به قراردادی که صرفاً یک پرونده خاصی رو و نه تمام عملکرد و پرونده های متفاوت جمهوری اسلامی رو که سازمان ملل میتونه و باید در نظر بگیره محدود نیست، که در واقع همون پرونده هسته‌ای است. به همین دلیل هست و دلایل دیگر که نامه‌ای که خطاب به اعضای سازمان ملل فرستاده شد از طرف شورای ملی به همین دلیل هستش که خیلی فراتر از مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکلات عملی که در پیش خواهد بود و دغدغه‌های اصلی مردم ایران که خیلی بیشتر مربوط میشه به مسئله نبودن آزادی، نقض حقوق بشر در ایران و رسیدگی و پیگیری جوامع به خصوص دموکراتیک امروز و حمایتشون از این خواستها و انتظارات به جای مردم جزء نکاتی است که در محتوای نامه هست و خیلی انتظارات دیگر که خب سالهاست برای آنهایی که مثل من در این مبارزه با این نظام برای رسیدن به یک شرایط بهتر و آزادی در کشورمون مبارزه میکنیم، این دیالوگ همچنان با جهانیان پابرجاست به همون اندازه‌ای که جامعه بین‌المللی در واقع در اون قسمت دیپلماتیکش به هر حال بایستی با یک نظامی که رسماً شناخته شده هست رابطه دیپلماتیکش رو داشته باشه. شاهزاده، شما و بسیاری از کنشگران سیاسی در دنیای امروز جمهوری اسلامی رو برآمده از رأی مردم امروز جامعه ایران نمیدونن. اساساً محور تشکیل شورای ملی هم بر اساس اونچه که بارها شما و دیگر اعضای این شورا اعلام کردید برگزاری انتخابات آزاد در ایران هست. از سوی دیگه همواره جمهوری اسلامی کوشیده تا گروهی به نام اصلاح طلبان رو که بخشی از بدنه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی هست رو به عنوان نماد نماینده مردم در مقابل حاکمیت بگنجونه، یا به عبارتی آلترناتیو تقلبی یا جایگزین به جای آلترناتیوهای مهم در خارج از کشور. آیا به راستی دنیا میتونه به نمایندگانی که قرار هست همین دوشنبه در سازمان ملل به عنوان رئیس دولت اسلامی ایران سخنرانی کنه یا نمایندگان دیگر سیاسی جمهوری اسلامی که به نام مردم ایران فعالیت میکنن اعتماد کنه؟ اساسا روند انتخابات در ایران و نبود انتخابات آزاد مشروعیتی برای نظام دیپلماتیک جمهوری اسلامی به جا میگذاره؟ ببینید، خوب از اینجا آغاز بکنیم و یادآور بشیم به اون بخشی از جامعه جوان کشور که از زمان انقلاب هنوز به دنیا نیامده بودند و فراموش نکنیم نکاتی که آقای خمینی در اون زمان مطرح کرد و به نوعی به این شکل اعلام داشت که اگر پدران ما در زمانی انتخابی برای ما کرده بودند دلیل نمیشه که ما امروز دنبال روی اون راه باشیم. در اصل در تایید انقلاب
اسلامی در مخالفت با نظام پیشین. خب اگر این اصل رو جمهوری اسلامی به دست رهبری اصلیش مبنای یک ادعا قرار داده، همین حرف ما امروز و نسل امروز میتونه بزنه که اگر پدران ما در سال 1957 تصمیماتی رو گرفتن یا رای رو رفتن، برای ماهایی که اصلا زنده نبودیم و به دنیا نیامده بودیم، آیا به ما بایستی امروز 35 سال 36 سال بعد تحمیل بشیم؟ که ما رو میرسونه به این اصل که اساس اندازه‌گیری خواست جامعه به هر حال انتخابات هست، به شرطی که این انتخابات آزاد باشه، به شرطی که محیط سیاسی در اون کشورها طوری باشه که امکان هر نوع جستجوی اطلاعات، آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات، آزادی احزاب و خیلی مسائل دیگر که سرتون رو باتون درد میارم موجود باشه، شرایطی که مسلما در ایران نیست. پس بنابراین زمانی میتوان گفت که یه حکومتی مشروعیت داره که مشروعیت خودش رو به رأی واگذار میکنه. جمهوری اسلامی مدعی است که با رفراندوم ملی سر و کار آمد. حالا این رفراندوم درست انجام شد یا نحوه انتخابات درست برگزار شد، بحثی علاهده است که واردش نمیشم. ولی به هر حال اگه محوریت بحث رو این مسئله میرسه که تنها راه اندازه‌گیری خاص جامعه صندوق رأی آزاد هستش، تا زمانی که این شرایط در ایران مهیا نباشه که نیست تحت لوای این نظام، نه این نظام میتونه ادعا بکنه که مشروعیت واقعی داره. و سوال اینجاست که چرا ترس داره از رأی مردم اگر اعتقاد و باور داره که واقعا مردم میخوان چنین نظامی رو؟ نه مردم ایران میتوانند جور دیگر ثابت بکنن که خواست واقعیشون چیه. اما حالا برداشت جامعه بین المللی چیست؟ ببینید، یک پرنسیپ رو میشه همیشه مورد سوال قرار داد، مثل اصل فرض کنید اعلامیه جهانی حقوق بشر، مثل حق آزادی و انتخابات آزاد، مثل دموکراسی و خیلی مفاهیم. ولی در آن واحد دنیایی رو باهاش سر و کار داریم که خب باید دولت‌های مثل کره شمالی یا کوبا هم سر و کار داره. سر و کار داشتن و دیالوگ داشتن به مفهوم تایید الزاماً نیست، اما واقعیت جهان به هر حال اینطور هست. پس اگر منظور این هست که ما فقط منتظر این باشیم که کشورهای دیگر یا دولتهای دیگر صرف نظر از اینکه منافع خاص خودشون رو به هر حال دنبال میکنن، حالا چه در منطقه ما که هیچ چیز جدیدی نیست و متاسفانه مشکل نفت دهه هاست که منطقه ما رو به هر حال آلت دست مانورها و بازیهای دیپلماتیک که کشورهای قدرتمند غربی کرده از زمان جنگ جهانی اول و اصلا تقسیم بندی خیلی کشورهایی در منطقه خاورمیانه که اصلا وجود خارجی نداشتن یه قرن پیش بگیریم تا مسائل دیگر، این انتظار رو جامعه ایران میتونه زمانی داشته باشه از جهانیان که حامی خواستای اونها باشه که خودش بتونه این رو به نوعی به کرسی بنشونه. و برمیخوام برگردونم مسئله رو به مسئله درون کشور. ببینید، دنیا دنبال میکنه حرکت‌های مردمی رو در ایران. دنیا کاملا واقف بوده که در چندین مرحله مردم ایران در بخش‌های زمانی متفاوت به نوعی علامت‌های لازم خودشون رو دادن. حالا آیا شرایط کافی بوده برای یک تغییر اساسی نظام؟ اینجا سوالی که برمیگرده به خودمون که آیا ما میتوانیم همچنان در نظامی که اصلاح ناپذیره، در نظامی که به قول شما میخواد به صورت تصنعی یا یه حالت ویترینچینی و صحنه‌سازی ادعای یک نوع اصلاحات رو بکنه ولی در عمل هرگز دست به این کار نزده، نه قانون اساسی تغییر پیدا کرده، نه ساختارهایی که اساساً امکان این که از طریق دموکراتیک بتوان نظام رو تغییر داد یا اصلاحاتی بهش وارد کرد جلوگیری کرده و در اصل یک مافیایی است که سر کار هستش و با چنگ و دندان دارن قدرت خودشون رو حفظ میکنن. خب این از طرفی جواب مشروعیت نظام میده و از طرف دیگری نشون میده که جامعه ایران میدونه که در این بازی یا بایستی نهایتا از کلیت این نظام گذر کرد که حالا نحوه گذر از این نظام چگونه باشد اون هم یک بحث دیگری است، یا اینکه بایستی همچنان در همین بازی انتخابات نمایشی و یا فرمایشی رژیم باشیم و فقط محدود باشیم به یک بازی ماکیاولی که انتخاب بد و بدتر. بنابراین این فرصتی که الان فراهم شده، وقتی شما توجه کنید به اینکه جامعه مدنی ایران که خیلی تلاش کرده در این سالها در بخش‌های مختلفش، وقتی می‌بینیم که فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران
بسیار تلاش‌های مهمی را انجام دادن در این سال‌ها. وقتی جهانیان بتوانند تغییری که در ایران میتونه شکل بگیره که نهایتا هم به نفع خودشون خواهد بود و هم نسبت به نفع خود جامعه ایران درست. یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که امروز عقب نشینی که جمهوری اسلامی به خاطر این فشارهای درونی مجبور شد قبول بکنه که بیاد سر میز مذاکره بشینه، یک قدم اولیه است به آنچه که فکر میکنم میتونه نهایتا فروپاشی کامل نظام باشه. این مسئله رو باید قدم به قدم دنبال کرد. یکی از جنبه های این کار فشار بین المللی است، حالا از طریق یک نهادی مثل سازمان ملل، و آگاهی و هوشیاری این نمایندگان از درک کامل خواسته های واقعی مردم ایران به زبان خود مردم ایران و نه نمایندگان جمهوری اسلامی که به هیچ عنوان حرف و دلسوز مردم ایران رو نخواهند زد و نیستن. شاهزاده، یک نکته بسیار مهم دقیقا همینجا وجود داره. ما با دنیایی مواجهیم که در مقابل سیاست‌های دست‌اندازی‌های توسعه طلبانه یا به عبارتی مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی در منطقه، سابقش هم طولانی است از درگیری اسرائیل فلسطین و مداخله مکرر جمهوری اسلامی و صرف هزینه های میلیون دلاری که بایستی صرف وطنمون میشد و در جنوب لبنان یا در فلسطین هزینه شده. امروز دامنه این دستاندازی ها به سوریه، به عراق، به یمن، لبنان و بسیاری از مناطق دیگه کشیده شده. حتی بارها و بارها ما شاهد برخورد برخی از همسایگان کشورمون مانند امارات یا مانند آذربایجان با جمهوری اسلامی و برخی از نمایندگان اطلاعاتی اونها هستیم. در موارد گوناگون در این 30 و چند ساله بارها این مسائل رو دیدیم. اما وقتی میبینیم که جامعه جهانی در مقابل این مسائل مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، وقتی میبینیم که سیاست‌های منطقه‌ای پرزیدنت اوباما در خاورمیانه به نوعی آب به آسیا به جمهوری اسلامی میریزه، به گفته کارشناسان و مقامات مختلفی از هر دو حزب اصلی در ایالات متحده آمریکا، حتی جای سوال برامون پیش میاد که آیا به راستی منافع جهانیان با تغییر رژیم در ایران همسوست؟ آیا به راستی منافع قدرت‌های بزرگ حفظ این رژیم در همین جاست، یا اینکه واقعاً خواهان این هستن که به صدای واقعی مردم ایران که امروز از گلوی رهبران سیاسی در اپوزیسیون خارج از کشور خارج میشه، مثل خود شما که ریاست مهمترین نهاد اپوزیسیون در خارج از کشور یعنی شورای ملی ایران رو به عهده دارید، آیا گوش فراخواهند داد یا نه به دنبال منافع و تمتعات ملی خودشون یا منافع خودشون در مناطقی مثل خاورمیانه، همونجور که شما هم اشاره کردید، خواهند بود همچنان که سابقه تاریخی نشون داده این منافع رو دنبال کردند؟ ببینید، تا جایی که میتوان گفت تا چه حدی جهانیان دقت کردن رو مواضع و یا مطالباتی که تشکیلاتی که نمونش شورای ملی به عنوان یک سازمان اپوزیسیون به جمهوری اسلامی به هر حال معرف هست و دیگر کنشگران مدنی و سیاسی کشور، لااقل میتونم بگم از زمان جنبش سبز به این طرف که صحبت بکنیم خیلی بهتر و بیشتر شده. یعنی میخوام بگم که بسیاری از موضع‌گیری ها و یا نکات و صحبت ها و بیاناتی که رهبران مختلف کشورهای دموکراتیک به خصوص در غرب، کشورهای مثل فرانسه، مثل آلمان و حتی امریکا به عناوین مختلف رو موضع‌گیری ها و مطالبات اپوزیسیون سکولار دموکرات کشور بوده، به مراتب بیشتر محسوس هست و بیشتر دیده میشه. آیا این کافی است برای یک تغییر؟ هنوز خیر، اما باز قدم به قدم رفت جلو. ببینید، آنچه که امروز جهانیان دارن روز به روز بیشتر متوجه میشن به عنوان یک مصیبتی که واقعا از نظر ثبات اجتماعی در درون مرزهای خودشون منطقه خاورمیانه که بگذاریم، داعش و جمهوری اسلامی متاسفانه به اندازه کافی لطمه زدن در منطقه خودمون، اما این حرکت تقریبا میشه گفت مهاجرینی که دارن از منطقه خارج میشن و وضعیت رو میبینیم با کسانی که از سوریه تو کشورهای به صلاح اروپای شرقی گیر کردن با این وضع فجیعی که دارن، اصلا داره ترکیب جهان رو عوض میکنه و این ربط مستقیم پیدا میکنه به آنچه که باعث این تشنجات شده. یعنی حکومت‌هایی که به هیچ عنوان به فکر منافع ملی مردم اون کشور نبودن و فقط
در یک بازی خطرناک صدور یک ایدولوژی مذهبی در جدل هستند، و چه در بخش شیعه است که جمهوری اسلامی پدرخونده تمام این حرکت ها بوده، چه در بخش سنی است که خب داعش الان معرفش هست، چه این وضعیت رو ایجاد کردن. برخلاف آنچه که میتوان گفت در اواخر قرن بیستم از یک دید و برخورد به اصطلاح یک نوع امپریالیزم در جهت حفظ منافع اقتصادی بعضی قدرت ها در تضاد با خواستها و آزادیها و استقلال مردم کشورهای منطقه میتوان تا حدی دقت کرد از نظر بازنگاری تاریخی و چه بازیهایی در اون زمان میشد، به نظر من در اوایل قرن 21 شرایط جهانی عوض شده. اون زمان یک جهانی بود به عنوان به قول معروف دو تا ابرقدرت اصلی بودن در یک جنگ به اصطلاح سرد که در یک سری مقابله های استراتژیکی و منطقه‌ای خب مانور میدادند در مقابل یکدیگر، و هر کدوم یک دستی رو حکومت ها یا کشورهای و منطقه داشتن، یه بخشش دست شوروی بود یا بخشش دست امریکا و همپیماناش. خب امروز اصلا جغرافیای جهان و از نظر ژئوستراتژیکش دارم میگم مقدار زیادی تغییر پیدا کرده، به این مفهوم که دیگر نمیتوان گفتش که امروز در یک بحث جدال ایدئولوژیکی به مفهوم ایدئولوژی غرب هستیم در مقابل ایدئولوژی شرق. مسئله امروز جهان وطنی سوسیالیست یا کمونیست شوروی در مقابل کاپیتالیسم و اقتصاد آزاد امریکا نیست. امروز جنگ که بعضیا به غلط به نظر من میگن که جنگ تمدن هست بین شرق و غرب، اون هم نیست. حتی این رو میگم که جنگ سر ادیان هم نیست. به نظر من جنگ اصلی جنگ سر ولیو هستش، اصول هستش، پایه های اصلی ارزش ها در حقیقت برای ارزش های فلسفی هستش. ببینید ارزش هایی که برای جمهوری اسلامی یا داعش مطرح هست به هیچ عنوان جور در نمیاد با اون ارزش هایی که فرض کنید در جهان آزاد و غرب میبینیم، چیزی که مردم ایران و خیلی کشورهای دیگر خواهانش هستند، خواستارش هستند، یعنی در همون مفاهیم آزادی، برابری، انسانیت، کرامت انسانی و و خیلی مسائل دیگر، آزادی مذاهب، حقوق اقلیت‌ها و خیلی مسائل از این قبیل. بنابراین یه زمانی خواهد رسید که یک انتخاب اساسی جهانیان رو باهاش مواجه خواهد کرد، انتخاب سر ارزش‌ها یا منافع کوتاه مدت. بها هم هر دو طرف قضیه داره ها. بهای جستجوی منافع کوتاه مدت در نهایت بسیار زیان آفرین و گرانتر خواهد بود برای جهان اگر فکر بکنن مسئله رو به همین طریق میتونن به حال خودش ول بکنن. یعنی خیلی مسئله آشفتگی منطقه پیش میاد. از طرف دیگر حمایت از این ارزش ها که نهایتا این جوامع بتونن متکی باشن به نظام هایی که باورمند بر این ارزش ها هستن که بتونن شرایط کلی رو چه در مناطق خودشون چه در سطح جهانی در جهت صلح، در جهت امنیت، در جهت ثبات پیش ببرن، خب یک نوع در واقع گذر هستش یا گذشت هستش از یک سری منافع آنی اقتصادی در کوتاه مدت. مطابق به خاطر دراز مدت منافعش به نظر من خیلی بیشتر خواهد. همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید رو من اجازه بدید که به سوال بعدیم پیوند بزنم. شاهزاده، با توجه به اینکه خود شما امسال رو یعنی سال 1394 خورشیدی رو به عنوان سال پاسداشت زیست بوم ایران زمین و سراسر جهان نامگذاری کردید، پاپ فرانسیس در سخنرانی که در کنگره آمریکا داشت همین تقاضا رو کرد، همین تقاضا رو امروز در سازمان ملل مجددا مطرح کرد، به خود سازمان ملل برنامه توسعه پایدار 15 ساله‌ای رو امسال و در مجمع عمومی خودش تصویب می‌کنه. از سوی دیگه بسیاری از کارشناسان ژئوپلیتیک این اخطار رو صادر می‌کنند که بیش از نیمی از جمعیت خاورمیانه مجبور به مهاجرت به دلیل خشکسالی در این منطقه هستند و برخی حتی نتیجه خشکسالی در سالهای گذشته در کشورهای مثل سوریه و عراق رو در پیدایش گروه‌های مانند داعش تلقی می‌کنند. گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان هم تا رفع محدودیت‌ها در راه دموکراسی برطرف نشه
امکان ایجاد یک توسعه پایدار زیست بومی رو در منطقه علل خصوص در کشورهای مانند ایران ممکن نمی‌بینند. این شرایط نگران کننده است، چه برای مردمی که امروز در کشورمون ایران زندگی می‌کنند، چه برای سایر نقاط دنیا که بایستی از حالا خودشون رو آماده پذیرش میلیون‌ها مهاجر دیگه بکنند که به دلایل طبیعی مجبور به ترک مرزهای سیاسی شدند. این شرایط رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همینطور که اشاره کردید، به نظر من اگر قرار در جهان جنگ‌هایی در آینده شکل بگیره، خیلی بیشتر مسئله آب باعث اصلیش خواهد بود تا مسئله نفت و گاز و به حال انرژی‌های دیگر. انقدر مسئله مشکل آفرین داره میشه در سطح جهانی که حتی کشورهایی که به هر حال دارن بهش میپردازن با مشکلات زیادی مواجه هستن، چه برسه شرایطی که در کشور ما هست که اصلا حکومت اهمیت به این مسئله نمیده. خبر خوش اینجاست که راه حل برای جلوگیری از یک فاجعه اکولوژیک هست، در کشور ما هم هست و قابل انجام و قابل حل هستش، به شرطی البته که متخصصین این کار بتونن با دست باز به این مسئله بپردازن. و متاسفانه ماهیت نظامی که باش سر و کار داریم، اصلا این سیستم مافیایی که سر کار هست نمیتونه تن بده و اصلا در این جهت فکر میکنه که از حالا جلوگیری بکنه از عواقب دراز مدت. یکی از جنبه های تغییر نظام سیاسی در کشورمون فقط این نیست که مردم ایران به آزادی، به دموکراسی، به حقوق بشر و تمام مسائلی که دنبالش هستیم بتونیم برسیم، مسئله هرچه سریعتر دارا بودن یک نظامی هستش که دلسوز این مشکلات که نه تنها دغدغه مردم کشور خودمون هست، بلکه یک دغدغه منطقه‌ای و حتی فراتر جهانی میتونه باشه، هرچه سریعتر اتفاق بیفته که زودتر بتونیم این مسائل بپردازیم. و بنابراین تمام مسائلی که میبینیم همش در گروه به نظر من یک تغییر اساسی نظام سیاسی ایران هست. جهانیان تا به حال گفتن خب بله معلومه شما به عنوان اپوزیسیون خب مخالف این نظام هستین و و و و، اما اگه از خود این جهانیان بپرسید که چقدر بیشتر به خاطر ادامه این نظام در ایران ضربه خوردن تا منفعت ازت برده باشن، اگه صادقانه به مسئله برخورد بکنن خودشون اعتراف خواهند کرد. بنابراین فکر میکنم بحث ما یک قدم فراتر از این هست. بحث ما این نیست که آیا نظام ایران بایستی تغییر پیدا بکنه. اینا هم مردم ایران در اکثریت اعتقاد دارن، هم جهانیان در اکثریت باورمند هستن. مشکل اونجاست که هنوز نمیدونن چگونه این تغییر میتونه شکل بگیره. این مسئله هم برای مردم ایران مطرح هست، هم برای جهانیان. حالا من یه نکته رو میخوام در اینجا اشاره بکنم که یکی از ذریب‌های اطمینان و یکی از شاید راه‌های گشایش این گره هاست برای درک بهتر سناریوی یک تغییر سیاسی در ایران، و اون رو من به عنوان یک چشم انداز برای آینده نگری مسائلی که در ایران باید رخ بده، چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت و چه در دراز مدت، میبینم که حرکتی است که آغاز شده. خود من این کار رو الان چند ماهی آغاز کردم با متخصصین مختلف، برای که ما بتونیم سناریوی این تغییر رو در ایران به صورت بسیار شفاف و دقیق در بخش‌های مختلفش از یک سو برای مردم خودمون و از سوی دیگر برای هر ناظر جهانی توضیح بدیم. من فکر میکنم که عامل اصلی یک تغییر واقعی در ایران فقط یک خواست آزادی برای مردم نیست، بلکه یک درک کاملی که چگونه این تغییر میتونه شکل بگیره، چه گروه‌هایی در جامعه چه وظیفه‌ای دارن در هر مرحله از کار، چه چشم‌اندازی داریم راجع به برخوردمون به مسائل مختلف اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی یا بهداشتی یا زیست‌محیطی در کشورمون. و توضیح دقیق این مسئله کمک خواهد کرد به درک این که در هر مرحله چه باید کرد و امکان این تغییر هم به وجود میاره. نکته دیگر، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در یک تغییر واقعی در کشورمون، چه از دید درونی و چه از دید بین‌المللی، نقش نیروهای انتظامی کشور است، چه در بخش ارتش، چه در بخش سپاه و سایر نیروها، و چگونه در این تغییر این نیروها در اکثریت میتونن سهیم باشن و یا در مقابلش ایستادگی خواهند کرد، چه ذریب اطمینانی برای یک مردم غیر مسلح و به دفاعی هست که در رسیدن به این خواستها بتونن از طرفی
له نشن زیر ساطور چماق رژیم، همطور که در سوریه دیدیم، که در اینجا همکاری و همسویی نیروهای انتظامی کاملا مهم و حیاتی خواهد بود و من در یک حرکت همچنان باورمند هستم که در حرکت غیر خشونت آمیز و نافرمانی مدنی بدون از خشونت میتوان به تغییرات عظیم سیاسی در کشور رسید، به شرطی که البته این اتفاقات جزء این سناریو به وجود بیاد و حمایت جهانی هم داشته باشیم و قدم به قدم بریم جلو. این کار فکر میکنم این مشکلی که خب درسته که ما یک معضلی داریم با جمهوری اسلامی، اما فرض کنیم رژیم بره بد چه خواهد شد؟ ممکنه وضع بدتر بشه، ممکنه معلوم نباشه چی سر کار بیاد. اینا سوالای موجهی است که هم جهانیان و هم همیانانمون دارن و تا زمانی که این سوالها به دقت پاسخ داده نشه مسلما ما همچنان در همین مرز مطالبات هستیم ولی فراتر پیش نرفتیم. این دقیقا کاری است که خود من، شورای ملی و سایر کنشگران سیاسی در داخل هر روز دنبال میکنیم برای برنامه ریزیش و برای زمینه سازیش. ممنونم و قطعا همینطوره. مردم ما هم همراه با رهبران سیاسیشون پیشرفت کردند. مردم امروز مردم دیروز نیستند، مردمی که گول شعارهای پوپولیستی یا به عبارتی فریب شعارهای پوپولیستی روح الله خمینی رو در بهشت زهرای تهران در سال 1357 بخورند. یک تک کلیپی رو آماده کردن همکاران من از بخشی از برنامه سپید و سیاهی که دیگه از برنامه‌های پربیننده رسانه شما، رسانه افق ایران. اگر اجازه بفرمایید این تکه رو به اتفاق با هم ببینیم، بعد من سوال بعدی رو خدمت شما طرح کنم. همین چند وقت پیش ملت با چوب و سنگ و اینجور چیزها سگ و گربه های بدبخت رو میزدند، ولی الان میبینیم توی کوچه ها براشون غذا میذارن کنار پیاده رو. همین چند وقت پیش اگه یک دو جنسه رو میدیدیم همه مسخرش میکردیم، ولی الان به این درجه از ادراک رسیدیم که میفهمیم او روح و احساس یک زن است در قالب یک مرد و یا یک مرد است در قالب یک زن و یا هر دو با هم دیگه. دقت کردین دسته های سینه زنی و زنجیر زنی هر سال کمتر و کوچکتر میشن؟ دقت کردین خیلی از حرفای آخوندها رو با دقت گوش میدیم تا ازشون جوک بسازیم و بهشون بخندیم؟ دقت کردید چقدر نامهای ایرانی رواج پیدا کرده؟ همین چند وقت پیش وقتی یکی موهاش عجیب و غریب بود تیکه بارونش میکردیم، ولی الان میگیم دوست داره این تیپی باشه، به ما چه؟ همین چند وقت پیش کسی کمربند ایمنی ماشینش رو میبست بهش میگفتیم بچه سوسول، ولی الان ماشین رو روشن میکنیم، اول کمربندمون رو میبندیم و میگیم واسه یه سلامتیمون مهمه. همین چند وقت پیش میگفتیم ترک ها، رشتی ها، اسپانی ها، قزوینی ها، آبادانی ها فلانن، برایشون جوک های اونچنانی میساختیم، ولی الان میگیم همه ما ایرانی هستیم و همه ما متعلق به این آب و خاکیم. همین چند وقت پیش یکی یک حرف خلاف میلمون میزد میریختیم تو اینترنت و انواع و ناسزا و فحش و اینا رو خلاصه تقدیمش میکردیم، ولی الان اگر کسی هم این کار رو بکنه میریم و به عنوان یک ایرانی ازش عذر خواهی میکنیم. همین چند وقت پیش تا همسایمون مهمونی و پارتی میگرفت زنگ میزدیم 110 و میفروختیمش و بهشون میخندیدیم، ولی الان میگیم جوونم بذار تفریح بکنن و میریم زنگشون رو میزنیم و میگیم بی زحمت ساعت 12 شب دیگه تعطیلش کنید و همسایمونم 12 نشده تعطیل میکنه. همین چند وقت پیش هر چرت و پرتی بهمون میگفتم قبول میکردیم و به دیگران هم انتقالش میدادیم، ولی الان هر حرفی که میشنویم سری میگیم منبع معتبرش رو اعلام کن. همین چند وقت پیش اگه کسی نظرش با همون مخالف بود هزار بد و بیراه بارش میکردیم، ولی الان میگیم خب ایشون نظرش اینه، هر کی هم نظرش برای خودش محترمه. آیا امروز کسی هست که به خودش اجازه بده هموطن کلیمی، مسیحی یا زرتشتی ما رو نجس خطاب کنه؟ همین چند وقت پیش عمرن فکر نمی کردیم ملت با فرهنگ و متمدنی بتونیم باشیم، ولی داریم می بینیم که یواش یواش داریم می شیم و به اصل و ذات خودمون برمی گردیم و اینها همش از نشانه های باثبات شدن اکثریت جامعه و شعار خواستن توانستنه. شاید هنوز خیلی راه مونده، ولی همین که شروع کردیم خیلی خوبه، خیلی خیلی زیاد هم خوبه.
یه تشکر ویژه از شهرزاد کریمی و محمد افرازه، همکاران خوب من در برنامه سپید و سیاه. اما شاهزاده، جناب عالی به عنوان ریاست شورای ملی ایران از یک سو و به عنوان یک رهبر سیاسی از سوی دیگه با مردمی طرفید که تغییر کردند، مردمی که خواسته های خودشون رو از طریق رسانه های غیر رسمی مانند فضای مجازی فیسبوک، توییتر و ده ها راه دیگه به گوش دنیا و جهانیان میرسونند. همین مردم در هفته آینده قول و قرار روز 13 مهر رو با هم گذاشتن، تجمعی اعتراضی در دفاع از حقوق معلمین، مردان و زنانی که آینده سازان ایران رو تربیت میکنن و خودشون امروز با مجموعه کثیری از گرفتاری ها روبرو هستند. نگاه شما به جنبش های مردمی در ایران چگونه است؟ کمپین تحریم خودروی صفر و یا ده ها مورد دیگه که این روزها به راه میفته، حرکتی در کمپینی در دفاع از آزادی بیان یا جلوگیری از اعدام برخی چهره های زندانی که این روزها با حکم اعدام مواجه هستند، میبینیم حضور مردم در خیابان ها هر روز بیش از دیروز پر رنگ میشه، در همبستگی و همبستگی با هم و البته اعتراض به سیاست های رژیم اسلامی در ایران. نگاه شما به این جنبش ها چیست و چگونه از اونها حمایت میکنین؟ اتفاقا این علائم بسیار مثبتی است که واقعا خیلی ها رو، من جمله خود من رو، بسیار امیدوارتر میکنه به آینده کشورمون. وقتی که این منحنی تقریبا تصاعدی رشد و بلوغ سیاسی همیهنانمون رو در عمل نشون میده. من خاطرم یاد در دورانی که باهاش زندگی میکردم بیشتر آموزش ما حفظی بود، کتابا رو میخوندیم، به قول معروف خرخونی میکردیم، درسا رو حفظ شده تکرار میکردیم، نمره میگرفتیم و میرفت به کارش. اما واقعا آیا عمقی در یک بلوغ درک و آشنایی بیشتر به مسائل اجتماعی سیاسی کشورمون رو باعث شده بود؟ به نظر من خیر. شما اگه مقایسه بکنید میزان هوش و درک عمیق‌تر مسائل و نه تکرار توتیوار ایدئولوژی حال، حالا چه چپگرا بوده باشیم چه راستگرا، فرق فاحشی است. و شاید دلیل این بلوغ به خاطر فشارهایی است و گرفتاریهایی است و مشکلاتی است و وضعیتی است که مردم کشورمون در این سالها کشیدن. به نوعی میتوان گفتش که وقتی که ما مقایسه بکنیم این تکامل فکری رو و فرض بفرمایید این بلوغی که شاید میشه گفت در پیشبینی این مسائل در ارتباط با امریکا به عنوان مثال، زمانی که اعلان استقلال شد و پایه‌گذاری قانون اساسی کشور امریکا پایه‌گذاری شد، خب خیلی از این افرادی بودند که در واقع از یک دنیایی فرار کرده بودند برای یک افق و یک امید و یک آینده بهتر. چرا؟ چون کشیده بودن این مسائل رو. مردم ایران هم امروز از خیلی مراحل مشکل گذشتن. شاید میتوان گفتش که شما اگه مشکلات دوران درست پس از انقلاب مشروطیت و دورانی که در آغاز سلطنت پدر بزرگم، زمانی که ایران واقعا هیچی نداشت و زمین سازی هایی که باید میشد، یه مقدار رشد تکاملی فکری باعث شد که این تغییرات پایریزی بشه و به وجود بیاد. ما یه زمانی رو بعد از جنگ جهانی دوم تا برسیم به شاید فرض کنید دهه 30 یا 40 کشور، در وارد یک فاز بیشتر راحتی شدیم و اون مشکلات رو به روز کمتر و کمتر دیدیم و شاید یک نوعی نیازی به فکر عمیق‌تر و چاره‌جویی اساسی‌تر نبود. امروز وضعیت بسیار اصلا قابل ملاحظه نیست. میزان فشاری که رو مردم هست، اختناقی که هست، وحشتی که هست، تروری که هست، تمام اینها باعث شده که به این تفکر، به این فکر اساسی تر کردن، به خود آمدن، قبول مسئولیت کردن، تقسیم کار کردن، به همدیگر رسیدن، به داد یکدیگر رسیدن، همه اینا باعث شده. کوتاه بکنم، اینها همش علائم بسیار مثبتی است که در عمل می‌بینیم امروز همیهنانمون به اجرا می‌گذارن. یک جامعه پسیو به اون مفهوم دیگر نیستیم که به امید این یا آن رهبر بشینیم.
مردمی نیستیم که بگیم ما کاری به کار دولت نداریم، هر کاری خواستن بکنن، ما فقط دنبال نون و آبمون هستیم. گرچه البته مردم به خاطر فشار مجبورن به فکر نون شبشون باشن، ولی این به مفهوم این نیست که درک نکنن که بسیار از این فراتر بایستی عمل بشه. اینا همش علائم بسیار مثبت و سازنده است که کمک خواهد کرد که در این حرکت و نبرد نهایی برای رسیدن به آزادی چگونه هممیهنانمون میتونن حامی کنشگران و فعالین و رهبران مربوطه خودشون باشن در کادرها و سکتورهای مختلف جامعه، و هر کدوم از اینها اهمیت ویژه خودشو داره. و همطور که اشاره کردی در هفته که در پیش داریم همایشی که در ارتباط با وضعیت معلمین هستش که بسیار مهم و کلیدی است، چون به نظر من شاید مهمترین گروه اجتماعی در بخش فکریش آموزگاران و معلمین هستن که نسل‌های متعددی رو بایستی آموزش بدن که پایه اصلی هر کشوری قبل از هر چیزی از آموزش صحیح شروع میشه، و تمام اینها مهم است. تمام درسایی است که باز تکرار بشه، و خوشحالم که میبینم چنین همایشی داره شکل میگیره و چنین پشتیبانی رو از همیهنانمون به وضوح میبینیم، و من هم به سهم خودم با سایر فعالین همه کار میکنیم که در این جهت کمکی باشیم، صدای رساتری بتونیم ایجاد بکنیم و همکاری بیشتری رو بتونیم جلب بکنیم از همیهنانمون، و همچنین تا جایی که ممکن هست این رایزنگ رو در سطح جهانی جهت آگاهی رسانی انجام بدیم. ممنونم. شاهزاده رضا پهلوی، اشاره داشتید به پدر بزرگ فقیدتون، پادشاه ایران ساز رضا شاه بزرگ. من اجازه میخوام با توجه به شناختی که از روحیه شما دارم و اهمیتی که برای جایگاه زنان قائل هستید، به تأثیرات معنوی و بیشمار مادر گرامیتون شهبانو فرح پهلوی هم اشاره داشته باشم که به راستی نخستین و به عبارتی تنها بانوی اول تاریخ معاصر ایران بود که تونست تأثیرات بالقوه‌ای در رشد و توسعه جایگاه حضور زنان و فرهنگ در جامعه داشته باشه. اگر اجازه بدید با یک بله کوتاه دقایقی تنفس همچنان در خدمت شاهزاده رضا پهلوی هستیم. همچنان بیننده گفتگوی ویژه ما با شاهزاده رضا پهلوی هستید به مناسبت 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. همونجور که در سایت هامون هم اعلام کرده بودیم و از طریق فیسبوک هم به اطلاع شما عزیزان رسونده بودیم، بخشی از سوالاتی که امشب و در این برنامه چه پیش از این طرح شد و چه پس از این طرح خواهد شد برگرفته از نقطه نظرات، آرا و سوالات خود شما بود که البته همکار بسیار گرامی من سرکار خانم امانی قبول زحمت کردند، سوالات رسیده از سوی مردم رو دسته‌بندی کردند، بررسی کردند و در نهایت امشب این برنامه رو هم کارگردانی و هم در نهایت اینکه بخش از سوالات خودشون هم مستقیما در برنامه مطرح خواهند کرد. همکار من سحر امانی الان در استودیو کنار من هستن. سحر سلام، خوش آمدی، ممنونم. میدونم خیلی زحمت کشیدی این چند روز که تا برگزاری برنامه بود، به شدت این سوالا میرسید، چند تا سایت مختلف سوالا رو از کجاها بیشتر گرفتین؟ اجازه بدین قبلش یه دوری هم داشته باشم به بینندگان خوب زمان انتخاب که بسیار میدونم برنامه پربیننده ای هستش. آقای دکتر آقا زمانی عزیزم، سوالات بسیار زیاد بود ولی من سعی کردم یه جمع‌بندی کنم، چون میدونیم که وقت زیادی نداریم، وقت شاهزاده عزیزمون هم که خب کم هست اصولاً، و بسیاری از سوالات تکمیل کننده هم و هم مفهوم هم بود. من سعی کردم یه جورایی با هم دیگه چون مرتبط بودن به هم ارتباط بدم تا بتونیم کل سوالو یه جمع‌بندی کرده باشیم. سحر، این سوالا میدونم بخش عمده‌اش از فیسبوک بود، فیسبوک شورای ملی افق و همچنین فیسبوک شخصی خود من و خود تو که من سوالا رو برای تو فوروارد می‌کردم از بخشش که متعلق به من بود. آیا میشه ضریب نسبی بگی که بیشتر پرسشگرانی که امروز سوالاتشون رو از شاهزاده میخواستن بپرسن چه ضریب سنی داشتن؟ آیا میشه گفت؟ آیا جمع‌بندی وجود داره؟ خب ما خوشبختانه بیننده همه برنامه های افق ایران، من فکر میکنم تا اونجا که ما اصلا اینجا حضور داریم و تلفن ها و ایمیل ها رو پاسخگو هستیم، بیننده زیاد داریم و خیلی از بیننده های ما همینجور رو به افزایش میره به جوون ها، و من خیلی خوشحالم چون یکی از ایده های ما این بود که رسانه افق ایران بتونه جوان ها رو جذب کنه. به خصوص این نویدو میتونم بدم که چقدر در ایران جوان هایی که در داخل ایران هستن، من دوتا از ایمیل هام از داخل ایران هستش که میشناسم و میدونم که جوان هم هستن، ولی به طور کل خب
قش همه جور قش بوده، ولی خوشحالیم که جوان ها هم شرکت داشتن. میدونم کار خیلی سختی رو داشتی، انتخاب سوال ها، هماهنگیشون، دستبندیشون. من بیشتر از این وقت رو نگیرم، شما و شاهزاده هم که در واشنگتن همراه ما هست، اجازه بدین درود مخصوصی هم داشته باشم به شاهزاده رضا پهلوی عزیز، ریاست محترم شورای ملی ایران. درود میگم شاهزاده عزیز، میدونم که شما با بیننده های عزیزتون درود داشتین. بذارید بدون وقفه فرصت و غنیمت بشمارم برم سراغ سوال اول که از ایران هست و ایمیلی بوده که به رسانه افق ایران اومده. ایشون میپرسن لطفاً اگر امکان دارد از شاهزاده بپرسید که چگونه میشود کشورهای اروپایی و آمریکا که سران حکومت اسلامی را در لیست تروریست ها قرار میدهند، ناگهان با تغییر موضع آنها را به رسمیت میشناسند و پای میز مذاکره با آنها مینشینند. آیا این به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی توسط غرب و اروپا، پشت کردن به مردم ایران و نادیده گرفتن حقوق 80 میلیون مردم ایرانی نیست؟ بله، ببینید از دید قوانین دیپلماتیک بین‌المللی در اصل رسمیت نظام جمهوری اسلامی در همون زمان به روی کار آمدنش از دید جهان به مفهوم دفکتو قبول شد. این یک اتفاقی است که در دنیای سیاست و دیپلماسی رخ میده. شما میتونید امروز بگید که همون جهان غرب نظام سیاسی فرض کنید کره شمالی و یا کوبا رو به رسمیت میشناسه، ولی این به مفهوم این نیست که تایید میکنه یا دفاع میکنه یا توجیه میکنه. بنابراین ما باید یه مقدار تفاوت بگذاریم بین برقراری رابطه دیپلماتیک با یک نوع تایید و یا پشت کردن به خواستای ملت‌ها. بیشتر از این زاویه بایستی که آیا باز شدن درها ما مردمی که دنبال آزادی هستیم رو زودتر به مقصد خواهد رسوند یا به عقبتر خواهد برد؟ تاریخ نشون داده که حکومت‌های توتالیتر وقتی که کاملا درها رو می‌بندن و در یک فرض کنید حباب خاص خودشون و مردم خودشون قرار می‌گیرن، امکان تغییر کند میشه و به عقب می‌افته. و درست به عکس، زمانی که درها باز میشه اتفاقا فشار و نهایتاً عقب نشینی این نظام ها رو بیشتر محتمل میکنه. این نمونهش رو در ارتباط با شوروی دیدیم و این صورت مسئله در مورد ایران هم تغییر پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل بود اتفاقا که من اعتقاد داشتم که انجام شدن این قرارداد سر مسئله پرونده هسته‌ای اتفاقا یک قدم مثبتی است از دید آنچه که فکر کنم به نفع مردم کشور من هستش، برای که هر نوع سناریوی که میبرد ما رو در یک سناریوی محتمل تر کردن جنگ و یا اینکه به این نظام باز بهانه یک نوع ایزولاسیون و یا ادعای اینکه تمام بدبختی هاست به خاطر فرض کنید تحریم هاست، تمام این بهانه ها رو از یک طرف از دست نظام میگیره و رژیم رو امروز وادار میکنه از یک سو به عقب نشینی و از طرف دیگر خب حالا چی؟ حالا من این پولا رو چه خواهم کرد؟ آیا صرف مردم خواهم کرد یا همچنان میخوام بدم حزب الله و نمیدونم در سوریه هزینه کنم و مسئله کسی به ایران و ایرانی مربوط نیست؟ از این دید من فکر کنم دوستان زیاد نبایستی نگران این مسئله باشن که جمهوری اسلامی ارتباطاتش به مفهوم دیپلماتیک با دنیا بیشتر خواهد شد در نتیجه این قدمی که برداشته شده. اتفاقا فشار روی رژیم از هر زمانی بیشتر خواهد بود. مهم اینجاست که ما مردم از طرف خودمون همچنان این فشار رو بیشتر بکنیم بر نظام که داریم میکنیم، ولی از سوی دیگر ادامه بدیم و به جهانیان یادآور بشیم که همچنان این وظیفه رو از نظر وجدانی، از نظر اخلاقی و حتی از نظر سیاسی به عنوان کشورهایی که امضا کننده شارت سازمان ملل هستند، به خصوص در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر و یا نقض آن در ایران و از این گونه مسائل نمیتونن فرار بکنن. و صرفاً این که یک دیالوگ با رژیم داشتن جای نگران من نیست. جای نگران من اینجاست که اون فشار به جا رو ادامه ندن روی نظام. از گفته هایی که من از خیلی از دولت ها و یا رهبران سیاسی این کشورها شنیدم که اتفاقا جزء این 5
5 به علاوه 1 بودن، حداقل یکی دو موردش رو مشخصا میتونم اشاره کنم، یکیش کشور آلمان، یکیش کشور فرانسه. بارها و بارها شنیدیم که صرفاً به خاطر اینکه ما چنین قراردادی رو امضا کردیم به مفهوم این نیست که مسائل دیگر فراموش شده یا مسئله حقوق بشر مهم نیست و از این قبیل مسائل. پس امیدوارم که همیهنانمون دقت بکنن سر اینکه بایستی از تمام این فرصت‌ها بهره برداری کرد و اتفاقاً فکر کنم جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک حالت عقب نشینی بوده که تن داده به این مذاکرات و این یک قدم مثبتی است به نفع جامعه و به نظر نظام که بایستی منتهای استفاده را ازش کرد. و اما شاهزاده گرامی، در فیسبوک افق ایران پارسا سوال میکنه، میگه که سوال من شاید ناخوشایند باشه، اگه نخواستین صرف نظر کنید. اگر روزی شاهزاده متوجه شدن در انتخاب روش یا راهی که رفتن اشتباه کردند، تا چند درصد فکر میکنند اون رو با مردم در میان میگذارن تا از اشتباه بعدی جلوگیری شود؟ مرسی. اولا به تو بگم که هر کاری که من در عرض این 35 سال کردم و هر قدمی که برداشتم و هر فکری رو که ارائه دادم یا هر موضع‌گیری که کردم بر اساس اعتقادات و باورهای ویژه من هست، در آنچه که من فکر میکنم به نفع جامعه و آینده کشور من میتونه باشه، هرگز تردیدی در اینکه راه درست رو دارم پیش میرم نداشتم. اما طبیعی است اگه زمانی برسه که یک تفاوت فاحشی در دیدگاه هم یا در بررسی باشه، مسلماً با همیانانم در میون میگذارم. اون که اصلا جای بحثی نیست. من در جهت خدمت به مردم دارم کار میکنم، در جهت خدمت خودم که نیست. بنابراین هیچ ابایی هم ندارم از هر نوع اعترافی به اینکه شاید در اینجا اشتباه فکر کردم. ولی تا اینجا که میتونم بهتون بگم، من سر باورهای خودم ایستادم و البته ممکنه یه دی همانند من فکر نکنند و خب اینم طبیعی است، همه رو نمیشه 100% راضی کرد و کسی رو مجبور به کاری نکردم. من راه خودم رو دارم میرم و مواضع خودم رو دارم و تا کنون فکر میکنم که در قضاوتم و در دیدگاه هم مرتکب اشتباه یا مرتکب هیچ نوع اشکالی نشدم به اعتقاد خودم، و تا موقعی که بر این باورها هستم همچنان خواهم ماند و هیچ لغزشی در این افکارم نخواهد. اجازه بدید من یه نظر کوتاه در رابطه با این موضوع داشته باشم، برای اینکه خودم یکی از اون چیزهایی که من رو جذب کرد و بیشتر تحقیق کردم و وقتی اومدم اینجا خب نزدیکتر تونستم بشم این بود که شاهزاده، وقتی که مصاحبه‌های قدیم شما رو نگاه می‌کنی مهدی جان، برگردیم به 10 سال پیش، 20 سال پیش، با مصاحبه‌های الان شاهزاده گرامی که ما الان داریم انجام میدیم، شما انجام میدی یا تلویزیون‌های دیگه انجام میدن، هیچ فرقی نکرده. حتی گاهی اوقات کلام‌ها همونه، حالا اقتضای زمانی و شرایطی که پیش اومده میتونه جملات یه جورایی تغییر کرده با اقتضای زمانی، ولی عقاید شما هنوز رو همون مونده و همین این من رو خیلی جذب کرده. یه پرسش بسیار جالب و مهم داریم شاهزاده عزیز که داریوش ایرانی میکنه و اجازه به من بدید این در واقع 2 تا 3 تا پرسش رو از اشخاص مختلف رو من پشت سر هم میکنم، چون یه جورای همدیگر رو تکمیل میکنن، گاهی هم به همدیگه جواب دادن. میگه که داریوش، بنده یک سوال مشخص از جناب شاهزاده رضا پهلوی دارم و آن این که آیا زمان آن نرسیده است که جناب عالی رسما رهبری مبارزه با جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیرید؟ و در کنارش مسعود امین میگه باید تیر خلاص رو بزنید، اگه خورد به هدف که مبارک باشه، اگه نخورد که بدبخت‌تر میشیم. و باز جواد رسولی میگه سوال من از شاهزاده عزیز اینه که واقعا دولت در تبعید تشکیل میشه و یا اینکه به صورت قوی تری با دولت‌های اروپایی و آمریکایی مذاکراتی باید داشت؟ و در نهایت ناتلی ایرانی که بسیار شاهزاده من دیدم که فعال هستن در فیسبوک و کامنت ها و چیزایی که میذارن واقعا کلیدی هستش، میگه که پرسش میکنه که شاهزاده سرزمینم، منشور شورای ملی ایران به عنوان یک بدیل دموکراتیک 3 سال است در صحنه سیاسی جایی بس ارزشمند پیدا کرده است. ممکن است بفرمایید چه زمان این بدیل دموکراتیک به صورت یک بدیل یا آلترناتیو دموکراتیک در مقابل جمهوری اسلامی اعلام موجودیت میکند؟
به صورت عملی و چه زمان خواهان تغییر رژیم خواهیم بود. شاهزاده گرامی، من فکر می‌کنم شورای ملی تاثیر خودش رو گذاشته. ببینید، اگه بتونم یک جمع‌بندی از تمام این انتظارات، سوالات یا نظرات بتونم عنوان بکنم، فکر کنم بیشتر سوال همیانانمون این هستش که خب این آلترناتیو به چه شکلی میخواد جا بیفته، بگرنه معرفیش، نمایندگیش، به حال این حرکت ببینید تازگی که نداره. من در سال قبلی بهتون گفتم الان 35 سال هست که در مد مسائل سیاسی و اپوزیسیون در مقابل این حکومت بودم و هستم. شاید قبول مسئولیت در رأس شورای ملی به رأی همیهنانم باعث شده که از یک لحاظی شاید رسمی تر شده. من فکر میکنم کار من رسمی یا غیر رسمی بوده، کار من همچنان بوده و هست، ولی خب مشخص تر شده لااقل. و خب ارزش هایی که براش می جنگیم همون مسئله است که در مفاد منشور شورای ملی هست. منتها چیزی که امروز جا داره بیشتر روش دقت بکنیم، چیزی که خود من روش خیلی دقت میکنم همراه با بسیاری از همکارانمون و کنشگرانی که در این راه کوشا هستن، این هستش که بتوانیم فراتر از موضع‌گیری های شورای ملی و منشورش و خواست هایی که برای آینده کشورمون بیان میکنیم، یک نقشه راهی رو بتونیم ارائه بدیم، یک چشماندازی از آینده کشور و چگونه باز بهش دست پیدا کرد و چه مسائلی دغدغه های جامعه ما خواهد بود در کوتاه مدت، در میان مدت، در دراز مدت، از ساختار نظام آینده که پیشنهاد میکنیم بگیرید، جدایی نیروهای مختلف قضایی، مقنن مجری، مسئله حقوق و عدالت، مسئله قانون اساسی، مسائل بهداشت، مسائل آموزش پرورش، مسئله اقتصاد، انرژی های نوساز، آینده کشور، مسائل زیست محیطی و و خیلی مسائل دیگر. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اصل میخوام به اینجا برسم که ما فقط برای این کار قدم به میدان نذاشتیم که صرفا نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. من برای این کار وارد صحنه نشدم. من برای این کار وارد صحنه شدم که به اون افق و آینده دست پیدا بکنیم. و در اصل این رو میخوام بهتون بگم که خیلی فراتر از معذرت میخوام به این شکل میگم، از نوک دماغ خودمون باید ببینیم. مسئله باید در دراز مدت هم در نظر گرفت. روش هم در این مورد بسیار مهم هست. میدونم خیلی ها هستن که فکر میکنن که نافرمانی مدنی جواب نمیده، که این یه حکومت خشن نیست که فقط با زور اسلحه میشه برکنار کرد. اما دوستان در نظر بگیرید که کمتر در تاریخ بشریت اتفاق افتاده که یک برخورد خشونت‌آمیز یا مسلحانه یا دیکتاتور منش با یه حکومت سرکوبگر منتهی بشه به نظام آزاد و دموکراتیک. معمولا یک دیکتاتوری جای دیکتاتوری دیگر رو میگیره. آیا واسه این میخوایم هزینه کنیم و ریسک بکنیم و جونمون رو در میان بذاریم، یا نه واقعا میخوایم به یه فرمول آزادی و دموکراسی واقعی برسیم؟ اگر این هست دوستان، اون رایی است که من پیشنهاد میکنم. اگه میخوایم بجنگین و بکشید، این گو اینم میدان، اما به اون آینده‌ای که میخوایم هرگز نخواهیم رسید. من فکر میکنم شاهزاده عزیز، حضرت عالی نمونه ای مانند اونچه که سرنوشت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا است، یا خشونتی که بهش اشاره کردید، خشونت استعمارگران انگلیسی در هند که در مقابل اعتصاب و نافرمانی مدنی جامعه بزرگ هند به رهبری گاندی به زانو در اومد، رو به مردم کشورمون اشاره پیشنهاد میکنید. راهی که ماندلا و گاندی برای کشورهای خودشون رفت رو امروز شما برای ایران پیشنهاد میکنید و رهبری میکنید. من آنچه رو که فکر میکنم ذریب یه تغییر بدور از خشونت هستش در تغییر نظام سیاسی کشورمون، یک شرط بسیار کلیدیش همراهی و همسوری نیروهای مسلح و انتظامی کشور هست. ببینید، تمام سپاهی ها یا تمام ارتشی ها به هیچ عنوان جزء این مافیای حکومتی که نیستن. هستن تعدادی که منافع خاص خودشون رو در خطر میبینن و چارچنگوله چسبیدن به این حکومت برای حفظ منافع مالی خودشون. اون بخش حکومتی یا مافیای سپاه که تقریبا میشه گفت تمام زمینهای کشور رو کنترل میکنن، خب معلومه که اینا با سلام و صلوات صحنه رو خالی نخواهند کرد، حتی حاضرن سرش بیستن و بجنگن. من منکر این اصل نیستم،
مهم این هست که آیا تعداد کافی در مقابل اونها که با مردم ایران همسو بشن و سپر حفاظتی بشن در مقابل آنچه که در نهایت شاید رژیم به عنوان آخرین تیر ترکش بخواد مثل بشار اسد بر علیه مردم خودش به کار بگیره رو قادر خواهد بود انجام بده، چنانچه این نیروها دنبال روی اون راه نباشند و در حفاظت مردم خودشون برسن. منتها به شرط این کار رو خواهند کرد که به آینده خودشون باورمند باشن. آیا جایی براشون در ماورای نظام در آینده ایران خواهد بود؟ آیا برنامه ریزی براشون شده؟ آیا از کار بیکار میشن یا یک نقشی رو در جامعه به دست خواهند آورد یا خواهند داشت؟ اینها سوالاتی است که باید خود بپرسیم و جوابش هم تولید بکنیم و بدیم. این هم جزء اون چشم اندازی است که من بهش اشاره میکردم. ممنونم، بسیار سپاسگزارم و ببخشید که در روند پرسش های تو اخلال ایجاد کردیم. خیلی ممنون، لطف کردین. شاهزاده عزیز، ایمیلی رسیده به دبیرخانه رسانه افق ایران، میگه چرا ما مهاجرین که اکثریت مخالفین جمهوری اسلامی را تشکیل میدهیم، با داشتن این همه دکتر در زمینه‌های گوناگون، این همه تحصیل کرده، این همه پولدار، این همه فعال و اندیشمند سیاسی ریز و درشت مخالف جمهوری اسلامی، این همه ایرانی مخالف رژیم با افکار گوناگون که مقامات و شغل‌های بسیار بالایی را در آمریکا و در جهان داریم، یا با وجود حداقل شورای ملی و و و، چرا ما لابی مخالف نداریم که باید تریتا پارسی، نامی که از نواده‌های سلمان پارسی هست، تا مجلس و دولت و رسانه‌های آمریکایی نفوذ پیدا کنه؟ آیا در صدد تشکیل یک لابی اثرگذار هستیم یا نه؟ و یا فقط درباره درد سخن میگوییم نه درمان؟ با فرض این که برخورد اکثریت جامعه برون مرزی بر مبنای بیتفاوتی نباشه و همچنان آمادگی هزینه کردن، کمک کردن، سهم داشتن و هزینه رو فقط به مفهوم مادیش نمیگم، به مفهوم عملیش میگم، قدر مسلم تغییر فاحشی در امکاناتی که در این صحنه لازم هست برای که بتوان یک لابی مؤثری داشت خواهد گذاشت. ببینید، فراموش نکنیم ما با یک حکومتی سر و کار داریم که میلیاردها دلار هزینه داره میکنه از نظر تبلیغات و لابی خودش و از ستونهای پنجم خودش در جاهای مختلف سالهاست که استفاده کرده. مقابله با چنین امکاناتی واقعاً کار آسونی نیست و مسلما بدونید که حالا چه شورای ملی و در سطوح دیگر امکان لابی کردن کاملا هست، منتها یه لابی مؤثر یه امکانات جدی میخواد و پشت سرش هم یک نیروی محرکه میخواد که فقط نشینن به امید این که خب یکی بره از طرف ما نق بزنه به فلان فرض کنید نماینده مجلس امریکا یا انگلیس یا پارلمان اروپایی یا چه. بنابراین فکر میکنم این دوتا با هم باید دست بده. یه مقدار اقداماتی است که یک نهادی مثل شورای ملی در بخش روابط بین‌المللی در خط مشخص لابینگ میتونه انجام بده، چنانچه امکانات بسیار بیشتری داشته باشیم از نظر تبلیغاتی، از نظر کارشناسان به هر حال متخصص کارهای مختلف از پابلیک ریلیشنز بگیرید، روابط عمومی بگیرید تا مسائل دیگر، و اینا همش بالاخره نهایتاً هزینه داره. ما به قول معروف مشکلمون نداشتن آدمای باسواد و به قول معروف غیر متخصص نیست. مسئله این هستش که تمام این نیروهای کارشناس رو زمانی میتوان به کار گرفت که امکاناتی هم پشت سرش باشه. نمیتونیم از افراد بگیم شغل و زندگیتون رو ول بکنید بیاین مجانی این کارو انجام بدید. بالاخره یه جا این کارها هزینه برمی‌داره. حالا اگر جامعه ما بی‌تفاوت نیست و حاضر هستن از این حرکت‌ها حمایت بکنن، خب بیان از پروژه های مختلف شورای ملی حمایت بکنن. فرض کنید از کمیسیون روابط بین‌المللی که یه پروژه مشخص داره در باب لابینگ در تمام کشورهای جهان، علل خصوص کشورهای دموکراتیک مثل امریکا و اروپا. و این بهترین راهیه که بتونیم جواب این سوال رو بدیم، وگرنه با حرف که مشکل حل نمیشه. در پرسش قبلی یه مقدار شما اشاراتی داشتین به سوالاتی که جواب این سوالات رو من فکر می‌کنم دادین، ولی اجازه به من بدین این پرسش رو داشته باشم، چون در واقع از سه نفر من مجموعش کردم. بذارین مستقیم خودتون این رو جواب بدین. ملیسای جوان توی فیسبوک گفته که شاهزاده محترم، میشه بدون جنگ و خونریزی انتخابات آزاد رو رهبری کنید و کشور ما هم چند حزبی باشه؟
باشه و همه احزاب در مجلس نماینده داشته باشن. بازم اجازه بدید به من که پرسش آرش ستار رو بخونم. میگه من میخواهم مطرح کنم که در برابر جنایت رژیم اشغالگر اسلامی چقدر میتوان سکوت کرد؟ به نظر من برای تغییر رژیم نیاز به قیام مسلحانه است. آیا اقدامی به مجهز کردن نیروی ملی به اسلحه و یا قیام مسلحانه به رهبری شاهزاده رضا پهلوی قابل توجه شورای ملی محترم می باشد؟ و باز خسرو بختیاری میگه که مسلماً راه آزادی ایران از راه جنگ نمیگذره، اما اگه مردم بخوان رژیم رو به زیر بکشن و به هیچ وجه رژیم هم که زیر بار انتخابات آزاد نمیره، مردم باید چجوری از خودشون دفاع کنن؟ اولا چیز خیلی واضح بهتون بگم اصلا که من به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی نمیخوام سر و کاری با سناریویی داشته باشم که سر و کارش با خشونت، با کشتار و اقدام مسلحانه باشه. اون روش من نیست و نخواهد بود و هرگز پا رو در چنین جریانی نمیگذارم. اگر هممیهنانمون انتظار یک رهبری رو دارن که از این متدها استفاده بکنه، من مرد این جریان نخواهم بود، بایستی به فکر دیگری بیفتن. اما برای اونهایی که اعتقاد دارن و باورمند هستن مثل خود من که بله میتوان از طریق غیر خشونت آمیز به اون آینده رسید، مسلما جا دارد که فکر تمام این مراحل رو بکنیم که مسئله فقط در مرحله کنونی نیست که ما به فکر انقراض نظام باشیم. بایستی بتوان فکر زمان انتقالی رو کرد و پر کردن خلاء رو کرد و برنامه حکومت موقت رو کرد، یا حتی قبل از اون تشکیل یه حکومت در تبعید چنان شرایطش لازم بشه. و این تمام اینها مستلزم بررسی دقیق سناریوهاست، تقسیم کار، نقش افراد در تمام مراحل هست و خواهد بود. در ارتباط با آینده کشور مسلم ما یک دموکراسی پلورالیستی خواهیم داشت که به نظر من مدل ایران خیلی بیشتر به کشورهای اروپایی شبیه تره تا کشورهای دو حزبی مثل انگلیس یا امریکا، که حتی انگلیس هم حزب سومی هست، یک مملکتی که درش احزاب مختلف خواهند بود. و اتفاقا جالب اینجاست که من فکر کنم برخوردی که هممیهنان باستی از همکنون راجع به آینده داشته باشن، خیلی بیشتر باستی برخورد مثل خود من در محتوای نظام باشن تا شکل نهایی نظام. اجازه میدید در این باب من بیشتر توضیح بدم؟ اصلا مهم نیست. ببینید سالهاست که فرض کنید بحث اساسی این هستش که حالا حکومت آینده چی بشه، حکومت پادشاهی باشه یا حکومت جمهوری. الان سالهاست که به عناوین مختلف و فکر کنم رژیم پشت سرش هست، سعی کردن شکاف اصلی رو موضع‌گیری طرفداران نظام پادشاهی بکنن با طرفداران نظام جمهوری. در صورتی که اگه ما اساساً فکر بکنیم که مسئله ما رسیدن به یک دموکراسی سکولار هستش و یک نظام پارلمانی، در اصل نبایستی نگران شکل نهایی نظام باشیم. اما این سوال رو پاسخ بدیم که در فردای اون رفراندوم که نهایتاً مردم ایران میان و پیشنهاد مجلس مؤسسان که یک قانون اساسی و نهایتاً یک شکل نظام رو که مردم با سرش انتخاباتی رو انجام بدن و نظر بدن و تایید بکنن، روز بعدش چه خواهیم کرد؟ آیا فکر مواضع حزبی خودمون برای فعالیت‌های آینده هستیم؟ من در تمام این سال‌ها با خیلی از هممیهنانم سر و کار داشتم که فعالین سیاسی بودن، بعضی‌هاشون طرفدار نظام پادشاهی بودن، بعضی‌هاشون هم طرفدار نظام جمهوری. در تیم خود من به همون اندازه جمهوری خواه هستش که طرفداران نظام پادشاهی، اگه نگم جمهوری خواه بیشتر هستن تا سلطنت طلب به قول معروف. ولی مسئله اصلی اینجاست که چرا سر مسئله شکل نظام همچنان در مقابل هم ایستادن، در جایی که ممکنه هر دوشون مثلا فرض کنید سوسیال دموکرات باشن یا هر دوشون مثلا لیبرال دموکرات باشن. جالب اینجاست که سر یک پلتفرم حزبی توافق دارن، اما همچنان دعواشون سر شکل نظام بیشتر پررنگه تا همسویشون سر یک موضع مشترک حزبی. خب سوالی که من امروز و پیشنهادی که در اصل به هممیهنانم به خصوص نسل جوانتر مملکت این هستش که از حالا به فکر پایه‌های حزبی آینده کشور باشید. این رو موکول به اون روز نکنید. از حالا باید فکرشو کرد، از حالا باید این تشکیلات رو داشت که اون روزی که این خلأ سیاسی باز پر بشه، این نیروها آماده به فعالیت باشن. چرا این مهمه؟ بلکه از این طریق ما خواهیم توانست زمان گذار که اجباراً بین انقراض این نظام تشکیل حکومت دموکراتیک بعدی رو طی بکنیم، به حداقل ممکن بتونیم برسیم.
شاهزاده عزیز، عذرخواهی میکنم از حضورتون. یک نکته که خیلی به بحثی که الان شما دارید مطرح میکنید وابسته است، نظری است که بسیاری از جامعه شناسان ارائه میکنند توی این چارچوب که بسیاری از مواقع رهبران سیاسی گفتمانی که دارند گفتمانی فراتر از سواد اجتماعی است و همین مسئله باعث میشه که یک شکاف بین توده ملت‌ها و رهبران سیاسی، علل خصوص رهبران روشنفکر سیاسی، ایجاد شه. وقتی ما از واژه‌های خاص سیاسی استفاده میکنیم، شاید مردم کوچه و بازار اساسا خیلی هم دوست داشته باشن که مشغول اینجور موارد بکنن ذهنشون، اونها فقط آزادی، امنیت و رفاه میخوان و اینکه بتونن به نوعی در آینده و سرنوشت خودشون نقش بازی کنن. به همین دلیل هم هست که خیلی وقتا ما میبینیم برخی از افراد خواهان یه اتفاق تند و تیزن که حالا بگیریم و بزنیم و ببریم و مشت بکوبیم و شعار تند بدیم و این با خب مسیر شما، منش شما همونجور که فرمودید متفاوت هست. این شکاف چگونه باید در جامعه امروز ایران پرشه؟ شکاف بین خواسته توده مردم که امنیت، آزادی و رفاه هست و آگاهی و نظریاتی که رهبران سیاسی، روشنفکران مطرح میکنند به عنوان بخش پیشرو جامعه. اوکی، بسیار سوال جالبی رو، نکته جالبی رو اشاره میکنید. من فقط تحلیل خودم رو از آنچه که برداشت اجتماعی سیاسی میتونه باشه از اخلاق یا منش و رفتار یک جامعه رو در حد توان و فکر خودم باهاتون در میون میذارم. ببینید، آیا میتوان از شهروندی انتظار این رو داشت که مسئولیت بپذیره اگر در سایه حکومت قانون و عدالت واقعی زندگی نکنیم؟ نمونش دقیقاً چیزیست که امروز باش مواجه هستیم. ماهیت جمهوری اسلامی باعث شد که یک کشوری که درش حداقل میتوان گفت یک سلسله اصول اخلاقی بود، یک حیایی بود، یک شرفی بود، یک برخورد انسانی رو میتوان در انسانها ببینیم، الان تبدیل شده به جامعه‌ای که شاید تبحش، دروغگویی، فریبکاری، بیتفاوتی و اصولا برخورد خشونت‌آمیز رو در خودش تا حدی راه داده بود مواجه باشیم. به خاطر که اون زمینه نبوده، به خاطر که اون عدالت نیست، به خاطر که اون برابری نیست، به خاطر اون که مساوات نیست و خب چنین بشری میره دنبال یک حالت بقا، حتی به قیمت سرکوب، حتی به قیمت کشت و کشتار، حتی به قیمت دزدی. اما اگه به جامعه بگیم در آینده این کشور به محض اینکه یک نظام حکومتی مردمی دموکراتیک سر یک سلسله اصول پایگذاری شده و حکومت قانون واقعا هست و جدایی نیروها هستش و عدالت واقعی هستش و یک دادگستری مستقل هستش که میتونه به تمام مسائل مختلف مردم رسیدگی کنه، به شکایات، مطبوعات آزاد هستش، گردش آزاد اطلاعات هستش، که هیچ گونه از این مشکلاتی که امروز در مملکت باش مواجه هستیم، از مسائل خودروسازیش بگیرید تا وضعیت محیط زیست بگیرید تا وضعیت معلمین بگیرید و خیلی مسائل دیگر، اون موقع بله، من شخصا میتونم بگم که به عنوان یک ایرانی انتظار خواهم داشت و باور خواهم داشت که همیهنانمون خیلی بیشتر مسئولیت خواهند پذیرفت در سایه اون ساختار و اون عدالت و اون نظم. پس در نهایت به این نکته میخوام برسم که اگر ما امروز بگوییم که جامعه ایران زخمی هست، آیا این واقعیت هست؟ البته که هست. اما آیا باید بگیم چون زخمی هست هرگز نمیتونه از این چاله بیاد بیرون؟ به همون توحش و به اون حالت میخوام بگم سقوط ادامه خواهد داشت، یا نه دنبال یک فرصتی است که دوباره به حال خودش بیاد؟ این در ذات بشر نیست که بخواد به یک همنوع خودش بدی بکنه، این در ذات بشر نیست که بخواد به یک عضوی از خانواده خودش خیانت بکنه، این جزء ذات بشر نیست که بخواد در مقابل عدم انسانیت همون رفتار رو با دشمن خودش انجام بده که اون وقت هیچ تفاوتی با اونها نخواهد داشت. همین نقطه‌ای که در برنامه قبلی پخش کردید راجع به برخورد انسان‌ها نسبت به یکدیگر در مقابل یک دگرباش
یا در مقابل یک سبک پوشاک یک نفر، یا در ارتباط یک باور سیاسی، یا در مقابل حیوانات و برخوردی که با حیوانها داریم، این تمام نشونه این هستش که جامعه فکر میکنه و میخواد متفاوت باشه از آنچه که نظام بهش تحمیل کرده. این رو من در تئوری نمیگم دوستان، این رو خود شما مردم دارین ثابت میکنین هر روز و رو این باید ساخت. و این پایه‌هاییست که این بار فقط این نیست که ما بیایم در انقلاب مشروطیت یه حکومت استبدادی رو تبدیل بکنیم به حکومت پارلمانی و یه قانون اساسی هم بنویسیم که 80% جامعه اصلا سواد خواندن و نوشتنش هم نداشتن. من اینو امروز در قرن 21 از مردم ایران نمیپذیرم که در فضای توییتر و فیسبوک میتونن نظر بدن، فکر کنن، مطالعه کنن، تحقیق بکنن و ساده لوحانه باورمند هر حرف و ادعای هر کسی من جمله خود من نباشن. بنابراین اینا همش علامت مثبتی است که باعث رو ساخت رفت جلو و بله میتوان به آینده رسید بدون دستبرد به خشونت، میتوان به دموکراسی رسید با مسئولیت پذیری کامل، ولی این فضا رو باید ایجاد کرد. و برای همینه که من سالهاست میگم متحد باشیم در پایریزی این آینده. سر موقع سر اختلاف سلیقه ها جدال و بحث خواهیم داشت و یک متدی برای این کار هست و اونم انتخابات هست در تشکیل دولت برای اجرای یک برنامه سیاسی اقتصادی و برای همینه که دموکراسی ها به این فرم پیش رفتن. اما این وظیفه همگی ماست که در هر لحظه مدافع حقوق یکدیگر باشیم در تمام ابعاد انسانیش و دیگر، و این سرمایه گذاری است که یک ملتی در آینده خودش باید انجام بده. من نگاه نمی کنم به شرطی که بگیم که چون امروز هوا آفتابی نیست یا سیل میاد به فکر خرید آذوقه نباشیم. نه، یه نیازی است که داریم. بعضی وقتا هوا بده، بعضی وقتا هوا خوبه، ولی این ما رو که نباسی از مسیر جدا بکنه. این هم یک مسیری است دوستان، این خشت ها و زیربنای آینده کشورمون هست که این بار طوری بسازیم که باید تلنگر کله پا نشیم باز دوباره، حالا چه به خاطر یک دسیسه خارجی یا چه به خاطر یک دشمن داخلی. و اینجاست که میخوام بگم اگر این هزینه رو بس بکنیم، هزینه بکنیم، اما کاری بکنیم که دیگر لغزنده نباشه و از اساس این بار پایه ها و ستون های مملکت درست ریخته بشه. و این دقیقا فازی است که درش هستیم و برای همینه که کار مشکله، ولی عاقبت خوشی خواهد داشت اگه درست عمل بکنیم. شاهزاده عزیز، میدونم که خیلی وقت نداریم، زمانمون خیلی کمه، ولی من خیلی دوست داشتم یک سوالی بود که دو تا از دوستان ما کردن که دوستان بسیار جوان ما از دانشگاه هاروارد باستان، کامران و کیان که ایرانی آمریکایی هستن و به زبان خیلی خیلی شیرین ایرانی آمریکایی صحبت میکنن و تازه دوتاییشون میپرسن، به من مسیج دادن این رو که من حتما از شما بپرسم که آینده ایران رو چطور میبینید؟ شاهزاده من عذرخواهی میکنم سر عزیز، این سوال رو دوستان با زبان انگلیسی از ما پرسیدن، آیا میتونم از شما خواهش کنم که شما هم به زبان انگلیسی به همین سوال پاسخ بدید تا برخی از هموطنهای خوب ما، مخصوصا جوانای ایرانی آمریکایی یا ایرانی اروپایی که خب زبان فارسی رو کمتر آموختن یا به اقتضای زندگی در این کشور مسلط‌ترن به زبان انگلیسی، با مفاهیم این گفته‌هایی که شما در مورد آینده ی ایران میبینید بیشتر آشنا شن؟ اوکی، پس با اجازهتون به انگلیسی پاسخ میدم. خواهش میکنم. My dear friends, I firmly believe that reaching a future that is what you hope for depends much more on your own convictions and commitment to what you believe than any other factor. And if you really believe in what you want to achieve, you ultimately will reach it. It's not an easy road, but it can be done. It can be done better, it can be done quicker if we are more united, if we are all focused on what needs to be done in each phase, and most importantly, that it is above all in the general interest of everyone and not only in our own self-interest. We have to put aside our personal interest and put the national interest first. As such, I have no doubt that there are so many of you out there in so many places that believe in that, that in fact have learned it in countries that have hosted you, that have prepared you in a democratic environment to appreciate the meaning and the values and the benefits of freedom and equality. And yes, if we care about our dear Iran,
and we would like our country to be the same, that it is our duty to do all that we can to implement the same principles and the same liberties in our own country. And you have an important role to play because you can be, on the one hand, ambassadors on behalf of your fellow compatriots in the outside world, even though you might be today citizens of these countries, but you are tied to your roots and your culture and your motherland, and to be of assistance to your compatriots inside who depend on your support, who depend on your cooperation and coordination. And therefore, all I can say is that yes, if we believe that we are on the right path, we will succeed, because history has proven that tyranny does not last and freedom at the end always prevails. ممنون و سپاسگزاریم شاهزاده رضا پهلوی که تا این لحظه همراه با برنامه ویژه زمان انتخاب بودید. اگر نکته‌ای هست که دوست دارید در پایان برنامه با هموطنانمون مطرح بفرمایید، بفرمایید، در غیر این صورت که از شما خداحافظی کنیم. سپاسگزارم از توجه همیهنانمون و سوالاتی که دارند، که خیلی هم خوشحالم که این سوالات مطرح میشه چون جا داره راجبش بیشتر صحبت بکنیم. و در نهایت تاکید من به خصوص در این زمان هفته های آینده و تمام همایش هایی که در داخل کشور علی خصوص شکل میگیره، تشویق هرچه بیشتر همیهنانمون در داخل هست در پشتیبانی از فعالین و این همایش ها و هر نوع پشتیبانی و رایزنی که همیهنانمون در خارج از کشور میتوانند نسبت به این جریانات در داخل کشور داشته باشند، و آگاهی رسانی و رساتر کردن این مطالبات در سطح جهانی برای درک بهتر جو خارج از کشور و نیروهای خارجی، چه در بخش مطبوعات چه در بخش سیاسیشون، چون از این طریق ما خیلی سریعتر خواهیم تونست توجهش رو جلب بکنیم به خواستهای واقعی کشورمون و زیر بار حرفها و دروغها و فریبهای نمایندگان این نظام که نمایندگان مردم ایران نیستن نروند، چه در سازمان ملل و چه در جاهای دیگر. با امید پیروزی و موفقیت به همیهنان عزیزم و با امید یک برنامه دیگر در آینده، سپاسگزارم از شما و از تمام همیهنان. متشکرم و سحر امانی سپاسگزارم. منم سپاسگزارم که تونستم در خدمت باشم.